درود به دوستانی عزیز، به مخلصان برنامه های ورزش تلویزیون ورزش. واقعا هم فضای ایدانه، فضای متنتن نوروز بین المللی، فضای اید گوشتین سنتی در دهه چلچه تیمور ملک تنین انداز بود و شکر از نعمت و فضای آباد و آسوده وطن محبوب ما تاجیکستان صاحب استقلال که ما در سطح باشکوه چنین تنتنه ها را، چنین ایدهای با نفوذ سنتی را برگزار میکنیم و واقعا هم شهامت بزرگ اشتراک ابتدا نورسان و بعدا گلدختران بانوانی که امروز هم در دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل میکنند، از بخش اول، دوم و سوم و چهارم جمع 8 نفر بانوی با هنر دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان در مرحله اول به میدان برآمدند. یک شهامت و زیبایی گوشتین را هم نشان دادند. از جانب کمیته تدارکات به تحفه های ایدانه نوروز امسال قدرشناسی شدند و این روند بار دیگر ثابت می سازد که در آینده بر رشد ورزش میان بانوان هم توجه خاصه ظاهر می گردد. مدینه رستم، این بانویی که از ناحیه واسع است، در دیدار اولش غلبه به دست آورد و خیلی هم باعث کفکوبی های پرموج و بردوام مخلصان گردید و این صمیمیت را علاقمندان گوشتین ملی هم خیلی خوب پذیرفتند. بعدا شاهده و مهمانان دیگر که اینجا در جشن عید باشکوه گوشتین سنتی دهه چلچه شرکت داشتند، برآمد نمودند، پای در پای اندر میدان شدند. مدینه رستم میبینیم که غلبه دویم خود را این بانو از دهات کدوچی ناحیه واسع است. لایق شیرعلی هم ورزشگر نوروز در مرحله اول هنرنمایی کرد و بعدا هم باز یک پهلوان دیگری دهه چلچه ناحیه تیمور ملک مهارت خوب نشان داد، غلبه های پای در پای را هم صاحب شد و با انعام و تحفه های کمیته تدارکات قدردانی گردید. فضا رو بینید، زیباگی طبیعت، محبت مردم به ورزش انعنه سنتی گوشتینگیری و واقعا هم یک شوق و رغبت و صمیمیت خاصه اهالی کشور به کس روح و الهام تازه می بخشد که در چنین میدان های سنتی نه تنها یک، دو، سه ساعت بلکه ساعت های طولانی دوام روز رقابت ها را تماشا میکنند، حلاوت میبرند و واقعا هم یک توجه بیشتر به رفت سبقت های انفرادی پهلوانان دارند و میدانداری هم در این تنتنه و در عید باشکوه نوروز شاهد بودند. و واقعا هم امروز شاهده قلندر و حالا ما نورسان رو میبینیم. اینجا علی جان، علی جان سفرعلی از ناحیه مومیناباد، از دهه چشمه جوشان بود. این ورزشگر هم در شهر دوشنبه تمرین میکند و در مسابقه گرند اسلم شهر تاشکند جمهوری ازبکستان هم شرکت ورزیده بود، غلبه اولین خود را به دست آورد. با شاهده توجه میکنیم. شاهده در شهر کولاب در دهات دهنه با 4 رقیب خود دست بالا شد و کسی نیست که با این در میان بانوان با شاهده نیروسنجی کند. از این نقطه نظر شاهده با جوانان، با مردان نیرو می سنجد. علاقه این مرحله اول نیست که ما شاهده را در میدان ببینیم. در دهات دهنه کلوب شهر هم شاهده یک حرکتی بهتر، این سفرعلی براتو فشاره میکند، پرتفتی شاهده قلندر و حلال است. واقعا همین بانوی قشنگی میدان جودا و گوشتین ملی طبع دل مخلصان و هواداران گوشتین میگیرد. ببینید مردم را که در چی حالت، در چی وضعیتی خیلی متنتن این جشن را استقبال میگیرند و با انعنه های سنتی خیش گوشتین ملی عرض بگذارند که این هم واقعا شایسته
تحسین و آفرین ها هم هست. و از جانب دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هم برشت ورزش های ملی مراقی خاصه ظاهر می گردد. و ما سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تنتنه نوروز سال 2015 در شهر خوجند ولایت سوخت و مسئولین دستور و سپارش دادند که گوشتین ملی را نه تنها در روزهای جشن نوروزی بلکه در همه جشنهای ملی و دولتی با شکوه و جلال و نصرت خاصه برگزار کنند. این هم البته فلسفه غنی خود را دارد. مطلب امروز باز هم بیشتر جلب نمودن جوانان و ورزش های سنتی است. باز هم احیای دیگرباره گوشتین ملی است. باز هم جمع آمدن جوانان و مخلصان و هواداران در روزهای عید باشکوه ملی و دولتی است. و این هم یک تربیه اخلاقی معنوی واقعا و قدرشناسی انعنه های سنتی ما محسوب میابد. سیدچا رحمت اللهیف با دریافت جایزه عالی مکافات شاه جایزه در ناحیه تیمرملک در دهه جاروبکل و در دهه دهنه شهر کلوب در دوام یک و نیم هفته سرازو آور گردید. سیدچا حالا یک حرکت جالب میکند، اما سفرعلی براتوف داور درجه جمهوریوی اینجا با عمل پهلوان ناحیه واسه امتیاز نمیدهد. در گوشین ملی البته پرتافت اینجا تنها با تختپوش هر دوشانه حریف با تختپوش در زمین افتاد. اگر در جشنهای دیگر یا در مسابقه های رسمی باشد امتیاز البته ابتدا بدن است، سپس پهلو است و بعدن حلال، یعنی سه نوعی بهاگذاری محسوب موجود است. پرتافت سیدشا حلال. سعید پهلوان که خلعت سبز داشتین ورزشگر از دهه توتای ناحیه مومین‌آباد است و در مقاومت سیدشا تاب نآورد و دچار ناکامی شد. فضای ایدانه بود، هم موسیقی هم صدای نای، صدای دایره بلند، نشاط و شادی مردم البته در اوج بزرگ، خورسندی آنها حد و کنار نداشت. حتی مردم بیشتر دیگر جای نشست هم نداشتند. با این نگاه نکرده رقابت را از ابتدا تا به خاتمه تماشا کردند. سویچا که باری دیگر به میدان برآمد با حسین اسحاق‌زاده حالا نیروسنجی میکند. و ببینید فضای زیبای این دیاری همیشه سبز ناحیه تیمورملک دهه چلچا را که واقعا بیش از اگر محابات هم نشود 20 هزار تماشابین این ابتدای رقابت ها بود. و تا با خاتمه تا به ساعت 4 و 5 نیروسنجی ها علکه بیش از 20 هزار نفر مخلص این رقابت ها را تماشا کردند. در یگان ورزش سنتی دنیایی چنین شهامت و شکوه و نصرت و جلال بزرگ رو ما نمیبینیم که ببینید حتی در ورزشگاه های که جاهای نشستشان از 20 40 60 بیشتر است چنین مخلص جمع نمی آیند. بسیار نزدیک با هم، بسیار هم قدرشناسی و هماهنگی کاری امروزه کمیته تدارکات البته زمینه خوب فراهم آورد که واقعا ببیند اینجا کس گمان نمیکند که در چنین حالت یک سبقت نیو علکه بیش از 200 رقابت پهلوانان در چنین میدان ها و در دشت و دمن و چمنزارهای بزرگ تاجیکستان تنتنه میکند. واقعا همین باعث سرفرازی است و ما باید از این هم افتخار و شرف داشته باشیم و برای نفوذ بین المللی گرفتن گوشین ملی علکه زمینه بزرگ مهیا است. سیدشا حالا در مقابل حسین اسحاق‌زاده قرار دارد. دوری سیوم را سیدشا اینجا پشت سر کرده ایستاده است. سیدشا بسیار یک حرکتی بهتر را هم آغاز کرد، اما اندک دیگر باقی مانده بود برای پیروزیش. حسن و حسین اسحاقوف ها
اصلا زاده تیمور ملکم، جماعت دهات کانگورد و عین زمان در شهر بختر ولایت ختلان اقامت دارند. سیدچو حالا رجوع میکند برای اصول سری کیت و بسیار هم یک فرصت مناسب، یک لحظه های جالب رو هم در گوشتین دهه دهنه منظور تماشابینون گردانید، مخصوصا در مرحله نهایی با پهلوان فدراسیای روسیه، چمپیون جهان رو هم دوچار شکست کرد، اما در مبارزه سیومش الان موفق نیست. حرکتی باز هم پهلوانان دیگر در میدان جریان دارد، اما در مرکز توجه انا همین دو چهره هم، اسحاق زاده و رحمت اللهیف سعید جان. حرکت سعید جان حالا هم اندک باز بهتر باید میشد، اما حسین در گلیم دیگر رقابت دارد. ما با محمد توجه میکنیم، محمد عبدالفیاض، عبدالجلیل زاده محمد فیاض، ورزشگر تیمور ملک در میدان در گلیم دیگر است. سعید شو و حسین در گلیم مرکز، یک جفت دیگر در سمت راست میدان هنرنمایی دارند. باز هم کوشش اسحاق زاده خیلی بهتر بود. محمد حالا رجوع میکند برای ادامه نیروسنجی با یعقوب جان باقیف از ناحیه ونج. محمد 17 سال دارد، عبدالجلیل زاده محمد عبدالفیاض، ورزشگری که خلعت صفحه دارد و زود زود کارگردان ما هم از یک گلیم به گلیم دیگر بگذارد. این انعنه ها را ما البته باز هم فشردیان ها را منظوری شما میکنیم. این اشاره حسین اسحاق زاده به سبب نیست. سیدچو واقعا جوان مردی قوی میدان گوشتین امساله بود، با کفکوبی ها، با موسیقی های جالب. حالا این پیروزی را حسین استقبال میگیرد. سعیدشاه اقرار میشود که در اینجا اشتباه کرد و میدان را ترک میکند. ببینید یک فضای جالب و متنتن، یک احیای انعنه های ملی واقعا هم در دهه چلچت تنین انداز بود. واقعا ایدی ورزشی بود، ایدی تمام مردم منطقه کلابشهر که امروز هم هوادارانش بیش از 20,000 نفر را تشکیل میکرد. یک پرتافتی پهلوان 17 ساله تیمور ملک عبدالجلیل زاده محمد فیاض. محمد خیلی هنرش بهتر درخشید و چمپیون 11 کراته تاجیکستان را دوچار شکست نمود. در میدان فرزندی مرحوم سعید مومن رحیموف، فردی زنده یاد، یکی از چهره هایی که در آینده امیدواری های بیشتر از این باز هم بیشتر و زیادتر خواهیم دید. و اینجا رحیموف علی جان را به تخت پوش افتانید، فرزندی سعید مومن رحیموف، فردی که بعد از سعید احتم و بعد از فخریدین این انعنه میراثی والدین خود را هم باز دوباره احیا میکند و در میدان تیمور ملک در زادگاه والدینش واقعا هم گوشتین خوب هم نشان داد. یک پرتافت جالب را هم ما دیدیم. رقابت ادامه می‌یابد. باز بعدی آنه که سعیدشاه ناکام شد، یک تن از پهلوانان ناحیه واسه طبق رسم و آیین و انعنه های سنتی خواست که قصد ناکامی سعیدشاه از حسین اسحاق زاده ستاند. اما در گلیم دیگر محمد رحیم سراخانوف را می‌بینیم.
جوانان برامان در دعای چلچه تیمور ملک خیلی زیاد بودند. حالا هم حرکت حسین را ببینید در مقاومت رقیب دویم است که چگونه سپری میگردد. این پهلوان اونقدر چهره شناختن نیست، از ناحیه واسع است، اما خوجندی جوف باور داوری ولایت مختار کوهستان بدخشان این پرتاف را حلال بها گذاری میکند. اما محمد رحیم سرخانوف هم در گلیم دیگر جرأت کرد، غیرت جسارت نشان داد و پهلوانی تاجیک‌آباد نوراباد را که بهروز نام داشت به تخت پوش دفتانید و صاحب این عام نوروزی در دهه چلچه تیمورملی گردید. سمندر محمدی داوری درجه جمهوریوی این جوف را حکمی میکرد و واقعا به زیباگی و شهامت گوشتیم بار دیگر البته اقرار میشویم که اینجا تعداد مخلصان خیلی زیاد بودند. حسین اسحاق زاده غلبه به دست آورد، پهلوان واسع بعد آنی که سعیدشاه شکست خورد خواست که قصد ناکامی را از حسین ستاند، اما اینجا به مقصدش نرسید و ناکام شد. توجه میکنیم حالا با باز هم میدانداری پهلوان نوروز کریمزاد، این هم ورزشگری تیمورملک است، تحت رهبری فاروق صابیروف مشت ورزی میکند. در میدان امروزه هم خیلی جسارت و هنری بهتر هم نشان داد. حالا خیراندش و محمد آمادگی میگیرند. خیراندش از شهر کولوب تحت رهبری عبدالله سید خواجایف مشورزی میکند، ورزشگری خلعت سبز پوشیده. عبدالجلیل زاده، محمد فیاض، آی 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 آی، حلال، واقعا هم همون شهامت و شباهت دارد به همون خیلی انانه های دوران هنرنمایی قبلگاهش عبدالفیاضی عبدالجلیل، و امروز هم محمد واقعا این را ثابت ساخت که ادامه‌دهنده کاری فردای والدین خواهد بود. توجه میکنیم با میدانداری با سعید مختار رسولوف و حیدر سعید کبیرزاده. سعید مختار این پهلوان از ناحیه واسع است، 12 کره چمپیون تاجیکستان در رشته گوشتین جودو، ملی و سامبو می باشد و از جماعت شگنوی ناحیه خوالین. پهلوان خلعت سفید پوش نامش حیدر است، سعید کبیرزاده پهلوان مردمی محسوب می یابد. شاهده قلندر و به تنتنه ایدی باشکوه گوشتین ملی چلچه باز هم یک شهامت دیگر بخشید. باریسه میدانداری میکند، شاهده حرکت سر کتف را اینجا مورد عمل قرار داد اما نتوانست. در این گلیم باز پهلوانان دیگر را میبینیم، همون نفرانی که اندک پیشتر ما معرفیشان کردیم، حیدر سعید کبیرزاده و سعید مختار رسولوف. و در گلیم دیگر را میبینیم که باز هم اسحاق زاده، حسین و عبدالجمیل رمضانوف. بیشتر این در میدانهای مردمی با نام عزیز شهرت یار است، پهلوان وخشان زمین خلعت کبود دارد، انا همین چهره را در نظر دارم. بسیار هم یک حرکت خوب کرد، بسیار هم جالبیت را نشان دادن هر دو، اما اینجا بسیار هم خود دفاع و حرکتی باز هم بیشتری پهلوانان در رفت مسابقات خوب به نظر می رسد. شهید با رقیب چهرم خود
آیت‌الله قمر پهلوان ناحیه مومین‌آباد در گیلم دیگر است. شاهده قلندر و ورزشگر ناحیه واسه باری چهارم است اگر اشتباه نکنم اندر میدان میگردد. خیلی هم جالب و خیلی هم مورد نظر. در حقیقت همچون این لحظه ها چون این فرصت های مساعد و امکانیت های جالب را شاهده قلندر و خوب استفاده میکند. بانو با مردان قوی مقاومت میکند. واقعا هم قبلا ما در جریان گزارش خود هم اطلاع دادیم که پرتافت یک پهلوی این بانو به حلال ورزشگری قوی اراده به مردانی که مقابل زن کشتل به گریبان میشوند برابر است. این رو هم کمیته تدارکات تصدیق کردند و شاهده را واقعا در میان 20 هزار نفر مرد که همه مخلصند و مردان این تنتره را تماشا کردند به هنر شاهده کفکوبی کردند و میسازد که او را ما در چنین لحظه های جالب و جذاب میدانداری گوشتین سنتی که واقعا ایدی متنتن گوشتین سنتی است همه جانبه دستگیری نماییم. حسین و میرزا جمیل رمضانوف خیلی هم کسبیت بلند نشان دادم. خیلی میدان برای بابج آوردن پهلوانان خیلی مساعد است. آن نفره که این را احساس میکند در میدان باز هم دوچند مهنت میکند، ده چند تلاش میبرزد که صاحب غلبه شود. در میان 20 هزار نفر مخلص از این بیشتر هم دست بالا گردد و صاحب این عام نوروزی شود. اسحاق زاده این پهلوان از تیمور ملک است و عبدو میرزا جمیل رمضانوف از شهر از ناحیه وخشش ولایت ختلان. به هر دو پهلوان مکافات خاطروی تقدیم میگردد و هر دو ورزشگر طبق آیین و انعنه های گوشتین ملی با نفران دیگر میدانداری خواهند کرد. اکنون ما توجه میکنیم باز به سبقت پهلوانانی که وزنشان اندکی باز هم بلندتر است، گرانتر است و مشرب رحمانوف از ناحیه رودکی با خلعت کبود و فردوس اوریپوف از ناحیه واسه با خلعت سفید. مشرب در اوج کمالات یا کمالات هنری خیش قرار دارد، یعنی بیشتر می آموزد و حالا هنرش نسبت به دیگران فرق کننده بود و فردوس باشد اندک توقف طولانی میدان برایش مانعه های زیاد را ایجاد کرد و این رقابت ها بیش از 6 ساعت طول کشیدند و ما فشرده همان سبقت ها را به شما منظور نموده ساده ایم. دوستان عزیز، توجه کارگردان هم با نیروسنجی مشرب رحمانوف و فردوس اوریپوف است. انا همین جفت مشرب رحمانوف حالا باز هم از بالا داشتند را بیشتر کوشش میکند که عملی سازد، چون که بیشتری هدفهایش بیشتری اصولهایش هم توسطی حرکت های انجام میابند که وقتی حریف را از بالا از خلعت یا کمربندش قوی تر می دارد. فردوس اندک سستی دارد در مقابلیت رحمان زاده رحمانوف مشرب. بله، ابو بکر و مشرب رحمانوف ها اینها هم تا چند سال در میدان گوشتین ملی، گوشتین جودا، گوشتین البته باز هم سمبو قبلا هم هنرنمایی میکردند و بیشتر توجهشون در گوشتین جودو است. ما این رو هم
از میدان های دیگر، از نتایج مسابقه های دیگر هم می توانیم دیگر باره ثابت نماییم. ما دو چهره دیگر رو می بینیم حالا، سعید جلال سعیدوف و بیژن باقیف رو. بیژن با یک تکی سرخ است، سعید جلال سعیدوف با خلعت کبود، بیشتر از ناحیه واسه و گاه گاه هم از ناحیه فرخار در تنتنه های گوشتین ملی، گوشتینگیری در میدان های مردمی معرفی می شود. پهلوانان هر دو هم در یک حالت قرار دارند، یعنی این فرصت می تواند یکی به همان اصول سر سیوجی توجه کند و دیگر باز هم توسط همین عمل حلوک داخله را هم خوب و با مورد استفاده نماید و کامیاب گردد. از منطقه کلاب پهلوانان وزنشان گران در اینجا زیادند. حالا با میدان آمدن خورشید مجیدوف، شریف نظریف و باز هم چند تن از ورزشگران گران وزن در نظر است، همه این البته باز هم بلجان قهاروف از ناحیه ایوسه و باز محمد رحیم سرخانوف در وزن میانه از 75 تا 85 90 کیلو را. اما در گوشتین ملی گوشتینگیری چنین انعنه نیست، هم وزن هم سن و سال هم وقت با اینوبت گرفته نمی شود، محدود نیست، یعنی ورزشگران می توانند که دوامی بیش از 40 دقیقه از این هم زیادتر هنرنمایی کنند. این هم باز وابستگی دارد طبق آیین و رسم و انعنه های گوشتین ملی از اندیشه دو نفره که نیرو می سنجند. بعدا حالا هم کمیته تدارکات، خود سردوور و هیئت مشاوره داوران هم در اینجا خلاصه‌گیری میکنند و نظری تماشابینان را هم به این نوبت میگیرند برای حل کردن تقدیری رقابتی که خیلی طول میکشد. حالا میبینیم که در میدان یک، دو، سه، چهار جفت هنرنمایی دارند. فردوس آریپوف رقابتش با مشرب رحمانوف نتیجه بخش نیست. فردوس اندکه عقب نشینی میکند. این از آن دلالت میکند که حمله های مشرب بیشترند. در نیمه دیگر سعید جلال سعیدوف با همراهی بیژن هنرنمایی دارد. از یک دوره به دوره دیگر، حالا در خصوصی به میدان آمدن فردوس نسیموف هم البته حرف باید زنیم و باز هم ناصر شیرخانوف و چند تن پهلوانان منطقه کلوب که وزنشان از 90 کیلوگرم بالا است میدانداری خواهند کرد. این هم به مرحله اساسی باید توجه کنند. مشرب رحمانوف اندکه صورت افزایی، اندکه باز هم کوشش های خود رو هم بیشتر کرده استاده است و افضلیت هنری خود رو هم در دور اول می خواهد که سری وقت نشان دهد. سعید جلال نیز همچنین کوشش دارد، اما بیژن باقیف یعقوب و بیژن باقیف ها این پهلوانان ناحیه ونجند. حیدر سعید کبیرزاده بعد یک مبارزه باز هم که نتیجه بخش انجام نیافت با همراهی سعید مختار رسولوف با نفری دیگر حالا میدان داری کرده ایستاده است. و دو پهلوانی که حالا ما میبینیم خیلی میدان داری به نتیجه انجام دادند، فردوس آریپوف و همچنین مشرب رحمانوف که قوازمایی هر دو هم مساوی خاتمه یافت.
اکنون سعید جلال و بیژن هلو در میدان باقی ماندند. اینها ادامه سبقت را منظور تماشابینان کرده ایستادند. اما در روند مبارزه باید بیشتر هم جالبتر متانت خود را نشان دهند. خورشید مجید با همراهی ددخان قربانعلیف ورزشگر شهر ترسونزاده حالا دستور گرفتند که اندر میدان گردند. پیش از آن که به میدان می آیند، آی خیلی همالی، چرا این امتیاز، این حالتی که واقعا هم سطح لازمه بود صرف نظر شد و فکر میکنم بهترین پرتاب بود از جانب سعید جلال سعیدوف. با گلیم دیگر توجه خواهیم کرد. در این سمتی که خورشید مجیدوف با ددخان قربانعلیف رقابت میکنند، انا همین دو چهره واقعا هم ددخان تجربه غنی مسابقه های گوشتین سنتی را دارد، پهلوان مردمی است در منطقه خطلان، الخصوص در ناحیه های جیهون و ناصر خسرو و شهرتوز و قبادیان و واقعا هم مخلصان سرشمار دارد. شهر ترسونزاده و حصار و شهر نو و رودکی و فیض‌آباد و رشت و در مجموع این چهره را خیلی خوب میشناسند، چون که یک استعداد فوق‌العاده دارد. اصول سر کتف را بسیار هم در سطح کسبی استفاده میکند و اکثر پیروزی هایش هم توسط استفاده اصول سر کتف هم. سعید جلال سعیدوف بیژن حالا ستون با اصطلاحی که اوپار اشاره میکنند، در البته گوشتین جدا باشد این هم یک مجازات میشود، در گوشتین البته ملی ما در مسابقات رسمی در سمبو هم طول کشیدن همین عمل یعنی دفاع کردن اینجا هم مجازات هست. اما در این تنتنه های جشن نوروز در ایدی سنتی ما گوشتینگیری چون این قایده ها وجود ندارند. اطمینان داریم که در آینده نزدیک کمیته تدارکات و مسئولین ورزش فدراسیون گوشتین ملی گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان در همکاری و هماهنگی زیچ با کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت عملی کردن آینامه جدید در سمت رعایت کردن قاعده های اساسی گوشتین ملی گوشتینگیری در جریان آن همین مسابقه های مردمی یک نظام دیگر را هم وارد می سازند، یعنی وقت را، یعنی طول کشیدن وقت، عقب نشینی کردن برخی از پهلوانان تاثیرش را هم به گوشتین جدا می رساند که اکثر اشتراکچیان و اکثر فعالان و غالبان میدان امروزه اینها جداکاران کشورند. این سمت را هم باید مد نظر گذاریم و در روندی که ما گوشتین ملی را به سطح بین المللی می براریم، این رکن مهم و اول درجه است که ما باید به این اعتبار خاصه دهیم. الان ددخان و خورشید مجیدوف از یک دیگر در هراسند براستی. در گلیم دیگر هم دو جفت دیگر هنرنمایی دارند. آیت‌الله قمر یک تلاش خود را هم به نتیجه انجام داد و بعدا آن انعام یا مکافاتی که آنقدر سطح عالی نبود در مساوی، البته مکافات دیگر است. هنگام غلبه باز هم جایزه اندکه بهتر می شود. رفته رفته این مکافات تا به شاه جایزه می رسد. همین از ترتیب میدانداری گوشین ملی ما، همین از همان رکنهای اساسیه که پهلوانان باید در میدان آنها را مورد استفاده قرار دهند. خورشید مجیدوف و ددخان قربانعلیف کشمکشی هایشان نتیجه بخش نیست. بیش از 30 دقیقه 40 دقیقه رقابت خیلی طولانی پهلوانان رو ما اینجا فشرده اش رو منظور شما میکنیم.
این بود که در رفت مسابقات امروزه واقعا هم پهلوانان هم خورشید مجیدوف و هم ددخان قربان‌علیف تلاششون ثمرآور نبود، با آنها هم مکافات های ادانه تقدیم میکنند و این دو نفر با افراد دیگر پهلوانان دیگری که میدانداری کرده ایستادند نیرو میسنجد. همین نظام و ترتیب درست قوا آزمایی پهلوانان گوشین ملی محسوب مییابد. محمد حالا در مرکز میدان است. عبدالجلیلزاده محمد عبدالفیاض سعی جلال و بیژن رقابتشان حالا هم جریان دارد، طول کشید خیلی هم دور و دراز عملهای جالب رو و ببینیم که اینجا چی باید کرده. تیراز خود سعی جلال سیدوف در روند سبقه دبت گوشتین گرفتن نیرو سنجیدن، یعنی باز هم با مردم باید هنرنمایی پیسان باشد، برای مردم باید تماشا نشان دهند. زیباگی گوشتین رو هم و واقعا هم یک زمانی چون توجه شد که هنگامی برگزاری مسابقه ها بیاد به این موضوع بعدتر برمیگردیم. محمد رحیم سرخانوف و باز هم عبدالجلیلزاده محمد فیاض در میدان، هنرنماییشان هم خیلی زیاد طول کشید و دو نفری غالب که یکی در میدان اول دیگری در میدان سیوم حریفان رو شکست دادن با هم روبرو شدند، اما رفتی سبقت برای هر دو به نتیجه خاتمه یافت. شریف نظریف یک پرتافتش اینجا خوب بهاگذاری گردید و پهلوانی کمربند سرخ داشته از شهر کلوب است و در دقیقه اول کامیاب شد و به مرحله دیگر برآمد. انعنه هست آیین و رسم و رسوم گوشینگیری ما، البته باز هم عصرهاست که چنین انعنه ادامه مییابد، یعنی فردی که باز ناکام میگردد بعد او رفیقش، دوستش، همدستش، برادرش با قصد شکست برادرش اندر میدان میآید. انا همین است یک رکنی دیگر، انا همین است یک جای ننگ و ناموس که بعدن پهلوانان میخواهند که میدان داری کنند، دعوای غلبه میکنند، بعدن میدان رنگ و جلا و شهامت و زیباگی گوشتین رو نشان میدهد و واقعا هم در دهه چلچه چون این رسم و آیین و انعنه ها خیلی زیاد بودن. بعد اونه که برادران می افتیدن، باز هم برادران بزرگ در میدان می شدن و باز هم از این هم بیشتر و زیادتر وقت طول می کشید و تنتنه ها و بزمی گوشتینی ملی و ایدی حقیقی نوروزی بین المللی در دهه چلچه باز هم تنین انداز می شود. بیژن و سعید جلال سعید فکر میکنم که باید به خلاصه عمیق آیند. سعید جلال میخواهد رقابت را ادامه دهد، بیژن که خسته حال است اندک تمرین کمتر دارد اینجا عقب نشینی میکند و با مساوی راضی است، یعنی کوتاه و مشخص گویم همین از ترتیب گوشتین ملی گوشتینگیری. اما اینجا نظری سعی جلال هم باید مدی اول باشد. حالا ابو شهنه پهلوانی که خلعت کبود دارد اینجا باز شاهیده قلندر و واقعا هم ببینید که دفعه علکه پنجم است که غلبه میکند. مبارزه پای در پای، تلاش های جالبش ثمر میآورند و با افتخارش البته اینجا هم سرود و ترانه و موسیقی در فضای مشکبوی این دیار زیبا و طبیعت افسونکار دهه آوازداری چلچه خیلی تنین انداز بود.
بهجان و سعید جلال هر دو با نفران دیگر رقابت میکنند، چون که مبارزهشون خیلی طول کشید اما نتیجه بخش نبود. سعید مختار حالا توجه میکنیم که باز هم در نیروسنجی های پهلوانان که در مرحله اول و دویم غلبه به دست آوردند، در دور بعدی طبقی انعنه طبقی باز هم رسم این مکافات زم می شود. پهلوانی که پیروز است آیسته آیسته به مرحله مکافات یالی شاه جایزه نزدیک می گردد. باز هم رحمان مشربوف اندر میدان شد. رحمان مشربوف قامت بلند دارد و اسرائیل نعمتوف ورزشگر ناحیه تیمورملک قامتش اندک پستر است. آن همین فرصت مناسبی که ما میبینیم در رفت نیروسنجی های پهلوانان خیلی و خیلی زیاد بودند. اسرائیل نعمت وقتی که با نبی محمد خورکاشف رقابت میکرد، باز هم با نعمت الله ارسلان قلوف، آن همان دورانی خیلی رشدیابی هنرش همان سالها بود. 38 سال دارد. وقتی آن بعد آنی که با مشرب رحمانوف یگان کس با میدان نبرآمد، اینجا اسرائیل نعمتوف از ناحیه تیمورملک. ببینید این فضا را، این جالبیت را، این واقعا هم طبیعت زیبا و ناتکرار دیار چلچه را که بسیار پهلوانان شهرتیار مملکت را به هم آورد و ایدی با شکوه گوشتین ملی در این دیار، در این سرزمین زیبای وطن محبوب ما تنین انداز بود. اسرائیل و پهلوان ناحیه رودکی در گلیم دیگر هنرنمایی میکنند. ما به آیت الله قمر توجه میکنیم، ورزشگری که خلعت سفید دارد از ناحیه مؤمن آباد است. اول باز هم برگشتیم به گلیم دیگر. این تنها یک بند و بسی عمیق نیست و زیباگی گوشتین ملی هم در همین است و ما به خاطر تلقین انعنه های سنتی همین طرز، همین شکل رقابت ها رو منظور شما میکنیم که البته باز هم از گذشتگان خود، از نیاگان خود میراث ماندن همین انعنه اجدادی رو بار دیگر هم به نسل آینده، به نسل نورس تلقین سازیم که امروز ما گوشتین رو دوست می‌داریم و سرچشمه متمد پیروزی های ما در گوشتین سمبا، در گوشتین جودا، از همین ورزش سنتی ما گوشتین ملی البته باز هم احیا شده است و رواج هم یافته است. اگر به حیات منتخب ما توجه کنیم که در دیگر کشورها سلسله مرحله ها معین شده باشند، در تاجیکستان چنین نیست. یعنی برای دریافت چهره های اصیل، برای پیدا کردن حیات منتخب اینجا مسئولین تنقیسی نمی کشند، چون که این نوع را، این ورزش سنتی را ما دوست می داریم و همیشه تبلیغش در سطح عالی هم براه مونده می شود و اشتراک مخلصان گواهی گفته های بالا هم. و اسرائیل حالا در جریان رقابت با همراهی مشرب رحمانوف نیروسنجیشان جریان می گیرد و باید در این روند اندک صورت افزایی پهلوان 38 ساله کلکای با امسال با سن 39 قدم نهاد، یک کم چیل ورزشگر ناحیه تیمورملک، ورزشگری که قامتش اندک پستر است، چون که خلعتشان هم کبودن، رنگش بلندتر از خلعت
مشرب رحمانوف رو. و حالا باز هم اسرائیل نعمتوف با اصول سر کتف بیشتر شهرت یار شده بود، اما این پهلوانی اکنون 40 ساله هم گیم اشتباه نیست، اندکه به مدار هم شد. و بار دیگر از این لحظه ها، از این نوارهای جالب، از این فضای متنتن می سازد یا می توان گفت که ما چهره های شناخته ورزشگران شهرت یار را پیدا کرده می توانیم. و فیض الله حبیب الله داور درجه جمهوریوی از ناحیه وخش در گلیمی که مشرب و اسرائیل هنرنمای دارند حکمی کرده ایستاده است. باور خوجندیجوف. اینجا هم فدراسیه گوشتین ملی گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان البته دستور دادند، بعدی اونه که البته باز هم توصیه فدراسیه به این نوبت گرفته می شود، صفتی برگزاری مسابقات و درجه کاری داوران باز هم بهتر می شود، چون که اینجا داوران صدهشان کسبی که درجه جمهوریوی را دارند به این مسابقات سفربر شدند و اینجا همان بحث و مناظره ها به میان نخواهند آمد. و البته در آینده هم دیگر ناحیه ها، دیگر نفرانی که چنین مسابقه ها را دایر میکنند البته به فدراسیه گوشتین ملی گوشتینگیری مراجعت کنند و در سمت نظام و ترتیب و کار درست و روند فعالیت همیشه داوران باز هم یک توجه خاص ظاهر کنند، چون که هم به رفت میدانداری و هم به جریان رقابت ها این تأثیر خیلی خوب میرساند. محمد را میبینیم، پهلوانی که باری پنجم به میدان میآید در گلیم منطقه بالا. الان هم در این منظره زیبای چلچه نبودن یک تن پهلوان شهرتیار میهن ابوبکر اکابر ورزشگر نامدار ناحیه بلجوان هم خیلی به مشاهده میرسید، چون که گران وزن هایی که در مقاومت ورزشگران دیگر منطقه های جمهوری مبارزه بردند، اینجا هم فردوس نسیموف، هم ابوبکر اکابر و هم سعید جلال سعیدوف، خورشید مجیدوف و چند تن پهلوانان دیگر باید با پهلوانان دیگر منطقه ها که مهمان بودند باید میدانداری میکردند. یک مشکلی انا همان انعنه و سلاله پهلوانی را تلقین کردن خود همان پهلوان 20 ساله دهه بلجوان بود که متاسفانه با علت آسیب دیدنش در میدان امروز هنرنمایی نکرد. وقتی در شهر حصار باستان مقابل پهلوان ازبکستانی کسی جرأت و قدرت میدانداری نکرد، ابوبکر اکابر به میدان آمد و مقابل رقیبان ناکامش از تاجیکستان خواست که قصد و یا انتقام ناکامی را از پهلوان جمهوری ازبکستان محسن اسامالدینوف ستاند، اما آسیب دید و از این ادامه مسابقات به نصیب گردید و حالا هم در معالجه قرار داشت که در میدان چلچه شرکت نورزید. و تنتنه را باز محمد، اینجا عبدالجلیل زاده محمد فیاض با ورزشگر ناحیه سنگوار عارف دادوف میدانداری دارد و واقعا هم یک شهامت و شکوه بزرگ در دهه چلچه تنین انداز بود و این از آن شهادت می دهد که گوشتین ملی ما واقعا هم محبوب مردم است، محبوب امه است. حرکت هم از جانب محمد رحیم سرخانوف چگونه بود؟ در سطح خیلی و خیلی خوب محمد رحیم سرخانوف با حیدر عبدالکبیرزاده از ناحیه خوالین جماعت دهات شگنو هنرنمایی دارد، اما داور با پرتافت پهلوان همدانی امتیاز ارزنده نداد و خسرو شایوف داور درجه جمهوریوی هنرنمایی محمد را، عبدالجلیل زاده محمد را حکمی دارد. و این فضا را بار دیگر منظور شما میکنیم به خاطر آنی که ما باید به قدر صلح و ثبات و آرامی و آسودگی و قدرشناسی ارزش های بزرگ ملی و غمخوری های روزافزون سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رسیم و این را شکر
شکرگزاری کنیم که در زمان صاحب استقلالی ما امروز هم گوشتین سنتی ما احیا میگردد، تنتنه میکند و ما در جشن اجدادی خود که تاریخ بیش از 5000 ساله دارد عید گوشتین را برپا میکنیم و از این تمام کشورهای دیگر هم افتخار میکنند که در تاجیکستان چنین شهامت و نفوذ گوشتین همیشه رشد میکند. و حالا محمد و رقیبش باز هم هنرنمایی را برای انعام پنجم این مسابقات ادامه میدهند. عارف دادوف در گلیم دیگر و عبدالجلیلزاده محمد عبدالفیاض در گلیم دویم موفق بودند و دو نفر غالب حالا با هم نیرو سنجیده ایستادند. و باز هم محمد رحیم سرخانوف در میدان امروزه توجهش برای مبارزه دیگر بود، اما اینجا مشرب رحمانوف رقابت را با اسرائیل نعمتوف به نتیجه انجام دادند. به هر دو هم تحفه ایدانه نوروزی تقدیم کردند و اکنون هر دو باز با نفران دیگر نیرو می سنجند. و حالا ما به سبقت خیلی جالب و جاذب توجه خواهیم کرد، به مبارزه فردوس نسیموف و ورزشگر دیگری که از ناحیه واسه است. و فردوس را ما در رقابت های قبلی در مبارزه های دیگرش هم دیده بودیم که با همان سری آستین داشتن سری با سری آستین توجه میکند. این اسرائیل بود، اسرائیل رحیموف، پهلوان ناحیه عبدالرحمن جامی. و واقعا هم دوستان عزیز میسازد که ان همین زیباگی را ما باز هم طولانی نمایش دهیم و منظره های ناتکرار دیار فیضبار چلچه تیمورملک را. فردوس نسیموف در رقابت اولش غلبه به دست آورد و به مرحله دیگر راحت گرفت. و حالا باز پهلوانان دیگر آهسته آهسته اندر میدان می شود که ما گزارش مفصل خود را از رقابت های پهلوانان ادامه خواهیم داد. سعید جلال سعیدوف و مشرب رحمانوف حالا میدانداری را اینجا آغاز کردند و بعد یعنی که سعید جلال با بیژن نیروسنجی کرد و موفق نشد و همچنین باز هم رحمانوف با دو حریف خود هم مبارزه را بدون نتیجه دلخواهش انجام داد، با دوری دیگر برآمد. سعید جلال کمربندش سیاه است و پهلوان ناحیه رودکی شورت سفید دارد. اندک حرکت خوب هم نشان داد. سعید جلال 13 کرات چمپیونی تاجیکستان است، هم در جودو و هم در گوشتین ملی. بیش از 10 ساله هاست که میدانداری میکند. زمانی که سعید جلال هنرنمایی میکرد نسل نورس آرزو میکرد که به مانند آن همان صورت افزایی هنر سعید جلال میدانداری کنند و این واقعا همین چهره نمونه عبرت هست. چمپیون جهان در گوشتین کورش و نتیجه های خیلی شایان و شایسته هم دارد. سعید جلال سعیدوف عضو منتخب جدای کشور و برنده مدال برنجی چمپیونات آسیا میان نورسان چند سال قبل، البته این دستاوردهایی که ابتدا ما چون توجه کردیم. و مشرب رحمانوف مبارزه این پهلوان بار سوم است که اینجا صورت میگیرد و عین الدین براستی نسبش از خاطر فراموش شد، پهلوان تیمورملک است. و شریف نظریوف ورزشگر شهر کلاب، قامت بلند دارد، کمربند سرخ، حرکت اولش را اینجا نشان داد اما با موفقانه نبود. توجه در این سمت باز هم در دو گلیم خیلی خوب است. سعید جلال و مشرب و باز ددخان و خورشید با نفران دیگر قوازمایی میکنند.
و شریف نظری باشد با عین دین گفتیم اهل دین یا عین دین فکر میکنم اند که در نبودن اینجا صورت مجلس برای ما هم مشکلی بیشتر است 400 نفر ورزشگر در دهه چلچه همچون مدعی مقام های افتخاری میدانداری کردند بیش از 6 ساعت آن همین طرز و ترتیب باقی ماند همه از جای خود بر نخیستند آن همین لحظه های متنتن و فضای مساعدی میدان چلچه بسیار هم برای برگزاری این مسابقات سازگار بود واقعا هم توجه به رفت این سبقت خیلی زیاد است یک گروه مکمله که ما دیدیم البته از دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان گل دخترانه که خیلی هنر خوب و بهتر هم نشان دادند و بعدا هم باز هم دستندرکاران به نورسان امکان دادند که آنها هم اندر میدان شوند این رو هم ما شاهد بودیم و سپس آهسته آهسته طبق انعنه طبق رسم و رسوم گشتین نیم آین اجدادی انا همین ترتیب باز هم غالبان به مرحله سیوم راه یافتند حالا ما در مرحله سیوم سبقت پهلوانان شهرتیار تاجیکستان قرار داریم قدم به قدم نفر موفق به همون شاه جایزه مکافات عالی نزدیک می شود برای دریافت البته آن تحفه عالی که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با کمیته های مربوط به ساحه به صاحب کاران دستور دادند که مس البته برای قدرشناسی چهره های اصیل ورزشگران شایان تحفه و انعام های ارزنده گذارند این انعنه ها در تمام منطقه تاجیکستان جریان میگیرند هم در ناحیه رشت طوری که ما دیدیم در شهر حصار در دیگر ناحیه های ولایت ختلان در ناحیه عبدالرحمن جامی و امروز هم در ناحیه تیمورملک این دویومین مسابقات با نفوذ است که در این منطقه برگزار می شود ابتدا روز 22 مرد در دهه جاروبقل در زادگاه جهان پهلوان زنده یاد سعید مومن رحیموف چنین تنتنه برگزار شد و همان شهامت امروز هم در چلچه باری دیگر به مشاهده می رسید سعید جلال و رحمان مشرب رحمانوف حالا از رقابت خود نتیجه دلخواه را به دست نآوردند مجبورند که باز هم نیروسنجی را ادامه دهند و چون گفتیم در مورد از همدیگر جدا شدن و با نفران دیگر پیوستنشون که طبق آین انعنه های کشتین ملی یک حرکتی خیلی هم بهتر شریف نظری بود که اهل دین را این ورزشگری ناحیه تیمورملک را دوچار شکست کرد و به مرحله سیوم برآمد شریف نظریف آهسته آهسته از یک دور به دور دیگر به آسانی را خط میگیرد یعنی قوازمایی را باز هم کشال نمیدهد و هنرش را خیلی خوب نشان داده استاده است و این البته باز هم از رقیبانش وابستگی بیشتر دارد امامعلی و حیدر مقابلیتشان مبارزهشان طول کشید و به نتیجه و ما توجه میکنیم بعد این باز هم به همین سبقت پر شدت مبارزه خیلی و خیلی حساسه که اگر گویم که مرحله نیمه نهایی است اشتباه نخواهیم کرد بله چون این هم شد و بعد این خلاصگیری هم کمیته تدارکات سرداور سرکاتب مسابقات که سعید جلال و مشرب رحمانوف با نفران دیگر نیرو سنجند و اینها از همدیگر جدا شدند و میدانداری را البته ادامه خواهند داد در این روان باز یک کوشش دیگری پهلوانو باز حیدر
سعید کبیرزاده هم خیلی جرأت کرد، خیلی توان و نفوذ باز هم مهارتش را در میدان ثابت کرد و صاحب مکافات چهارم خود شد. خورشید مجیدوف را میبینیم که به مرحله فینالی برآمد. اکنون جریان رقابت 6 ساعته پهلوانان نامدار کشور نشان داد که در این مرحله کی با دریافت جایزه ارزنده است و کمیته تدارکات هم به چی خلاصه آیند. خورشید مجید و بادیانی که با ددخان قربان‌علیوف رقابت کرد، این مبارزه هم نتیجه بخش نبود و شاروخ امیرخانوف ورزشگر گران وزن کلابشهر خلعت کبو دارد. هر دو پهلوان برای مکافات عالی جایزه مرسدس بنز مبارزه میبرند. اما در تلاش پهلوانان باید شفافیت و همان حالت تخت پشت با نظر گرفته شود. در صورت مساوی جایزه البته با دیگر مرحله واگذار می شود، یعنی با نفران دیگر پهلوانان باید قوازمایی کنند اگر رقابت مساوی خاتمه یابد. آنگاه کمیته تدارکات البته جایزه نیمو هر دو را باز هم با تحفه ایدانه سرفراز میگرداند و اکنون در مجموع باید این رو هم پهلوانان خوب دانند. توجه میکنیم با مکافات عالی جایزه مرسدس بنز که میانی انا همین دو پهلوان حالا رقابتش جریان دارد، خورشید مجیدوف و شاهرخ امیرخانوف. باور خود جندیجوف داور درجه جمهوریوی از ولایت مختار کوهستان بدخشان. از بالا داشتن برای هر دو پهلوان کلای است، مساعد است، امکان پذیر است. جهت حمله کردن، جهت دریافت امتیاز دلخواه و در مجموع حرکتی که بیشتر اینجا باید پهلوانان همین استفاده اصول های حلوک داخله، بیرونه، پیش با طرز دیگر سری سیوجی و این پیش از آغاز البته همون مجموعی عمل ها این کار باید مد نظر باشد. اما شاهرخ اصول سری کتف را کاملا استفاده نمی کند و خورشید مجیدوف یک چرخگردی با اصطلاح ملنیچه بسیار خوفناک هم دارد. حالا این کارو خواست که در میدان نشان دهد، موفق نشد. مسعود رو میبینیم، مسعود ورزشگر ناحیه خراسان مقابل اسحاق زاده حسین مبارزه میبرد. حسینی که باز هم زبردستی هر دست دست آفرید. دو پهلوان فدراسیه روسیه رو در شهر کلوبسای چو شکست داد. برنده دو جایزه سعی چاه شده بود در شهر کلوب و ناحیه تیمور ملک و بعدا از چنگال حسین اسحاق زاده رها نیافت و شکست خورد. براسی ببینیم، واقعا هم بسیار خوش است این لحظه های جالب، فرصت های خیلی متنتن ایدی امساله نوروز بین المللی را که در دهه چلچه تنتنه داشت. شاهرخ امیرخانوف، خورشید مجیدوف برای مکافات عالی مبارزه برده ایستادند. روند تلاش های پهلوانان ثابت میکند که هر دو هم اینجا هنرشان افضلی ندارد، قریب که برابر است. برابر است هم خورشید هم شاهرخ. اینجا ببینید در رفت مبارزه هایشان بسیار بجدیت توجه میکنند که صورت افزایی نمایند.
اما هر دو که تجربه غنی دارند چند دفعه با هم واخوردند، از بند و اسلوب های استفاده می برده هر دو یک دیگر، البته هر دو هم واقفند. حالا خوب است خورشید هم کمربند را داشت، شاهروخ نیست کمربندی رقیب رو البته باز نخواست که باز کوتاه‌تر دارد. این مورد هم حرکت شاهروخ امیرخانوف اندکی به شد. در سمت دفاع خورشید مجیدوف هم فعال هست، تلاش و مبارزه ها باز هم برای مکافات یالی شاد جایزه ادامه می‌یابد. پهلوانانی که چون گفتیم در مرحله های پیشین غلبه به دست آوردند، به این دور حق شرکت ورزیدن را پیدا کردند، خورشید مجیدوف و همچنین شاهروخ امیرخانوف. شاهروخ حالا که بیرونه را اینجا نه درست استفاده نکرد، این ترتیبی استفاده برای اصول حالا که بیرونه نیست براستی، و زود زود همون انبوه زیادی مردم شهامت میدان گوشتین سنتی چلچه را کارگردان هم منظور شما میکنند. این به سبب نیست که در حقیقت چنین فضا، چنین مخلص، چنین فرهنگی مخلصی فکر میکنم که کمی در کم است. با گلیم دیگر توجه میکنیم شاه جایزه مکافات عالی دیگر افتماشین اوپل، تمغه اوپل این استحصال آلمان است. مکافات دو تن پهلوان برومند میدان امروزه، فردوس نسیموف از شهر کولوب و مشرب رحمانوف از ناحیه رودکی. مشرب با سه ورزشگر قوازمایی را مساوی انجام داد با پهلوان واسه فردوس اوریپوف، بعدا هم با اسرائیل نعمتوف از تیمور ملک، در دور سیوم هم با سای جلال سیدوف رقابتش نتیجه بخش نبود و این چهارمین زورآزمایی پهلوان ناحیه رودکی است و فردوس نسیم باشد تا این مدت اکنون افضلی مهارتش را در گلیم دیگر مقابل ورزشگری شناخته ناحیه عبدالرحمن جامی اسرائیل رحیموف خوب نشان داد و مکافاتی خیلی هم شایان و ارزنده اشتور را به دست آورد. و حالا برای شاه جایزه افتماشین سبوگراو در میدان دو جو هنرنمایی دارند، شاهروخ امیرخانوف، خورشید مجیدوف در گلیم سمت چپ است و در گلیم دویم فردوس نسیموف و مشرب رحمانوف، چون در بارهشان البته ما هم معلومات بیشتر هم دادیم. اصلا کشمکشی های این پهلوانان خیلی طول میکشد، این رو هم باید ثابت ساخت که واقعا برای رونق گوشتین جدا، گوشتین گفتیم که هم سمبو زمینش این از گوشتین ملی گوشتین گیری است و در آینده البته برای نظامی همون وقت چاره های ضروری اندیشند. مردم هم با کنیز فکر میکنم، حالا بسیاری ها با این اندیشه مخالفند، اما این طلبی زمان است، وقت نشان میدهد که ما دعواگری آنیم که هستیم که گوشتین ملی ما سطح بین المللی باشد و نفوذ بین المللی را گیرد و در این روند ما باید به این نقطه هم اعتبار اول درجه دهیم. رحمانوف، مشرب و بعد یونه که دوستان عزیز اندکه بحث و اندکه گفتگوهای زیاد در خصوص کشال یافتن و کشال دادن نیروسنجی پهلوانان گران وزن به میان آمد. سپس سردوار مسابقات، سرکاتب این چاره‌بینی، هیئت کل داوران تحت رهبری عبدالله سید خواجایی به خلاصه آمدند که در شاه جایزه ها وقت را معین کنند. 15 دقیقه وقتی اساسی نیروسنجی ها و بعد اونی که یک حرکت خیلی فردوس خیلی هم نزدیک، احسنش میگویم، ببینه چگونه خیلی هم خوب. اگر در مسابقاتی
رسمی در چمپیونات کشور میشد این بدون گفتگو امتیاز بود. اما در میدان گوشتین سنتی این نتیجه نیست. دو شانه رفیق باید با حریف با تخت پشت افتاد. این رو هم باید پهلوانان رعایت کنند، به همین سمت بیشتر توجه داشته باشند. رفته رفته به مرحله آخری نزدیک می شویم. می بینیم که فردوس نسیم رجوع می کند. می بینیم که باز هم فشارهای فردوس دوچند می شوند. افضلی هنر فردوس در مقابل مشرب رحمانوف بر الان مشاهده می گردد. نسبت به سه قوازمویی که قبلا مشرب رحمانوف داشت، در این نروسنجی اندک باز هم تکیه با سمتی دفاع میکند. فردوس نسیموف جرأت و توان خود را خوب نشان میدهد. پای در پای سلسله حمله هایش هم خیلی جالبند. و میدان دیگر ثابت ساخت که امروز هم شاهرخ امیرخانوف و هم خورشید مجیدوف برای تسلیم کردن یکدیگر آنقدر آماده نیستند. جریان رقابت آنها هم در گلیم دیگر طول کشید. با همین نقطه نظر ما هم اعتبار دادیم و با گلیمی دیگر گذاشتیم، با گلیمی که این زمان فردوس نسیموف و مشرب رحمانوف مبارزه برده استودند. و طرحی لباس های نو، یعنی خلعتی که نوکک مورد استفاده قرار گرفت، این هم از جانب فدراسیون گوشتینی ملی گوشتینگری تاجیکستان در همکاری زیج با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپیک مملکت و حکومت شهر دوشنبه هم در این سمت، وزارت فرهنگ لباس های ورزشی انعنه های سنتی ما را چون ترزی کردن. یک حرکت دیگر فردوس نسیموف هم خیلی مخلصان را هم به وجه آورد، همه از جای برخیستند. اینجا گمان کردن که این حرکت هم نقطه نهایی مسابقات را نشان می دهد، اما چنین نشد. فضا واقعا فضای ایدان است، واقعا هم تنتنه باشکوه است. ایدی حقیقی گوشتین در دهه چلچه تیمور ملک آوازدار، تیمور ملک که ده ها نفر پهلوانان را به کمال رسانیده است. ابتدا از سعید مومن رحیموف و پرویز صابیروف و امروز باز هم دیگر آخرین فردی که سلاله این پهلوانان منطقه را ادامه داد، این هم شهباز سید ابراروف، یک چهره نو کشف شده در وزن تا 60 کیلو که در گرندسلم گرجستان جای سیم را گرفت، این هم زاده همین ناحیه است. برابر حمله ها، برابر مبارزه ها، واقعا هم بزم گوشتین بود، نشاط و شادی پهلوانی بود، شهامت شایسته مخلصی بود و در مجموع همه آنچه که میخواستیم در میدان در این ایدی با شکوه گوشتین ملی تیمور ملک ما پیدا کردیم. هم گفتگو، هم بس، هم خنده، هم گریه ناکام های تصادفان افتیده ها در میدان و در مجموع واقعا همچنین هست. و ورزش به باخت نمی شود. البته هر فردی که در میدان غلبه کند مفهومی مبارزه از میان می رود و این جای شک و شبهش هم نیست. رقابت حالا باز هم جریان می گیرد. مبارزه را می بینیم که باز هم مشرب رحمانوف با فردوس نسیموف باز هم جالب تر می سازند. نقطه با همان نقطه آخرین به نقطه نهایی باز هم نزدیکتر می شویم. با همان فرصت هایی که خیلی برای ما مهم و اول درجه اند.
یعنی همون لحظه های حساسی که ما در نظر داشتیم و همین طور هم شد، نتیجه بخش نشد رقابت مشرب رحمان و فردوس نسیموف. با همین دوستان عزیز، تنتنه های باشکوهی اید گوشتین ملی در نوروز امسال در دهه چلچت، چون گفتیم که با همون نقطه نهایش نزدیک می شود، واقعا هم یک فضا، واقعا هم باز هم جالبیت رو ما در رقابت آخرین برای شاجایزه آخرین میبینیم. هم خورشید مجیدوف و هم شریف نظریوف نفران ارزندان که حالا ما آنها رو در میدان میبینیم. بعد آنه که هم شاهرخ امیرخانوف و هم خورشید مجیدوف از سبقت نتیجه بخش رقابت رو یا همون یک حرکت دیگر پهلوان کلوبشهر، اینجا هم اندک باز هم داور سمندر محمدی اشاره میکند که این پرتافت رو بیا ببینیم که چگونه این حالت کتفی ورزشگر با زمین افتید. همون حرکت اول رو اینجا داور به این نوبت گرفت. بسیار هم یک نشاط و شادی مخلصان شریف نظریوف بود. اما ببینید در این روند بعد یعنی که افتید، اکنون با لحظه دیگر که به کنار چپ حریف را چون فشار داد، داور این را همون رسیش اول را به نظر گرفت و این حالت را البته مد اول گذاشت که هم داوران کنجی، داوری مرکز، سه داور به اینها حکمی میکردند. باز هم از تصویرهای دوباره این را داوران خلاصگیری کردند که بعد از افتیدن در گوشتین ملی گوشتینگیری حرکت دیگر البته این غیری قاعده است. از این نقطه نظر پرتافت شریف نظریوف به این نوبت گرفتن نشد. تلاش پهلوانان برای مکافات یالی شاجایزه مرسدس بنز همانا ادامه می‌یابد و چون گفتیم که مدعیان شاهرخ امیرخانوف و خورشید مجیدوف که تلاش کردند در سبقتی از این پیشتر برای شاجایزه مرسدس بنز، رقابت مساوی بود. از این نقطه نظر پهلوانان به این امید دیگر ایدانه سرفراز شدند و دیگر باره شریف نظریوف به میدان آمد و با خورشید مجیدوف برای شاجایزه مبارزه برد که حالا این رو ما با هم تماشا داریم. و مشرب و فردوس نسیموف هم از شاجایزه بی‌نصیب شدند، چون که رقابت هر دو هم به نقطه نهایی نرسید، یعنی هر دو هم مطلب خود را در میدان برای دریافت مکافات عالی عملی کرده نتوانستند. شریف نظریوف کمربند سرخ دارد، یادآور میشویم از سلاله نظریوف ها، خیرالله نظریوف اولین برنده مدال برنجی بازی های آسیایی خیروسیمای ژاپن در سال 1996 اگر اشتباه نکنم در گوشین جودو، بعد از زمانی صاحب استقلالی مملکت این صحیفه اولین نمایان جودوی کشور محسوب می‌یابد. دولت و شریف نظریوف ها برادران این انعنه را الان هم در تاجیکستان ادامه می‌دهند. خورشید و جهانگیر مجیدوف ها در برای این پهلوانان البته مخلصان گوشتین بیشتر می‌دانند. رقابت ورزشگران حالا هم به نتیجه است که شش دو پهلوان گران وزن البته برای شاهجایزه مرسدس بنز باید که جدی تر باشد، چون که مخلصان از تمام منطقه های تاجیکستان اینجا شرکت داشتند، از رشت و از سنگوار و از تاجیک‌آباد و از ترسون‌زاده و از مسچاه و از دیگر منطقه های دوردست مملکت، از بدخشان و از ونج و در مجموع تعداد اشتراکچیان بیش از 400 نفر بودند. یک هیئت مکمل بانوان هم باری نخست به این مسابقات سفربر شدند که در باره این البته ابتدا ما هم یادآور شدیم. حرکت پهلوانان چون گفتیم در میدان امروزه این در مرحله نهایی باید باز هم جالب تر باشد، باز هم جذاب تر باشد. مخلصان هم پزمان خاتمه این سبقتند.
و یک انعنه هم هست که کسی در همین میدان حالا ظفر یابد، میدان به نام همون پهلوان غالب باقی میموند تا میدان دیگر. اگر این آخرین میدان گوشتی نیم ساله باشد، تا به سال دیگر این انعنه از ورد زبان مردم است. میدانداری پهلوان غالب، این هم یک سخن معمول هست که میدان به نام کی ماند. این در رسم و آیین و انعنه های بابایی ما خیلی خوب انعنه شده است. امروز هم یک حرکت آخرین نتیجه بخش باشد، با شاجویزم مرسدس بنز قدردانی میگردد و باز هم محبوبیت پهلوان غالب در بین عمه، این هم شهرت باز ده ها مرسدس دیگر را دارد. و امروز هم در روند این قدر غمخوری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان ما میسازد که شکرگزاری کنیم و همیشه به قدر و قیمت و زحمت های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان رسیم و امروز هم ما پاداش این قدر زحمت ها را با دستاوردهای شایان و ارزنده باید برگردانیم. و این هم زمینه مناسب و موافق انتخاب چهره های اصیل و مکمل کردن هیئت دسته های منتخب کشور می باشد. به نقطه نهایی نزدیک می شویم. رقابت نتیجه بخش نیست. کمیته تدارکات سمندر محمدی داور درجه جمهوریوی از ناحیه تاجیک آباد، دو داور دیگر عبدالله سید خواجایف از این سمت و باز هم باور خوجندی جفت در این نقطه میدان خالصانه نظارت دارند. وقت اساسی 15 دقیقه و در صورت بی‌نتیجه 5 دقیقه وقت اضافه. اگر این هم صاحب شاجایزه را پیدا کردن نتواند در همین 20 دقیقه، آنگاه خلاصه کمیته تدارکات که به ورزشگران انعام دیگر تقدیم می‌گردد و با همین تنتنه گوشتینی چلچه خاتمه خواهد یافت. دوستان عزیز، لحظه های آخرین رو میبینیم. فکر میکنم که اینجا هم خلاصه عمیق داوران، بله، برای معین کردن و ما غالب رو معین کردن نتوانستیم. برای توجهتون دوستان عزیز تشکر و شما واقعا هم اید حقیقی گوشتینگیری را در ناحیه تیمورملک با هم ما یک جا تماشا کردیم. باقی برای شما سرفرازی میخواهیم. پیروز و موفق باشید.